تیم پرسپولیس تهران پس از راهیابی به فینال لیگ قهرمانان آسیا در بحران حیاتی قرار گرفته است. از پرداخت بدهی های فراوان به مربیان و بازیکنان فعلی و پیشین گرفته تا ابراز جدای بازیکنان اصلی تیم. دردسرهای پرسپولیس بسیار است. سرخپوشان پرآوازه و پرطرفدار پایتخت ایران روزهای بسیار دشوار و سرنوشت را تجربه می کنند. این در حالی است که پرسپولیس به تازگی به فینال لیگ قهرمانان آسیا سود کرده و کامیابی بزرگی را رقم زده است اما ضعف شدید مدیریتی و مشکلات کمرشکن مالی پرسپولیس را با وجود موفقیت چشمگیر ورزشی در عرصه قاره‌ای متزلزل کردند. در حالی که باشگاه پرسپولیس تهران پس از گذشت دو سال هنوز بدهی حقوقی به سرمربی پیشین خود برانکو ایوانکوویچ را به طور کامل و نهایی پرداخت نکرده است و با التیماتوم پرداخت این پول دست و پنجه نرم می کند موج جدایی برخی بازیکنان فعلی از این تیم شکل گرفته است علی علیپور بعد از شش فصل حضور در پرسپولیس به تیم ماریتیمو پرتغال پیوست و هم تیمی امیر آبدزاده شد مهدی ترابی نیز با استفاده از حق یک طرفه فسخ قرارداد به تازگی از پرسپولیس به تیم العربی قطر پیوسته است. حالا بشار هستند بازیکن عراقی و کلیدی پرسپولیس هم به رقم وجود قرارداد معتبر با پرسپولیس در پی انتقال به باشگاه اف قطر است. به گفته رسانه های قطری باشگاه پرسپولیس در حال مذاکره با باشگاه اف قطر و تعیین مبلغ حق انتقال بابت فروش بشار اصن به این باشگاه قطری است و اما ماجرای خداحافظی شجاع خلیلزاده از پرسپولیس که سر و صدای زیادی داشت بر اساس قوانین فدراسیون جهانی فوتبال فیفا بازیکنان باشگاه از این حق برخوردارند که در صورت دریافت نکردن دو ماه حقوق قرارداد خود را به صورت یک طرفه با باشگاه کارفرمای خود فسخ کنند. شجاع خلیلزاده مدافع ملی پوش و 31 ساله پرسپولیس از این گزینه قانونی استفاده کرد و قرارداد خود را به علت عدم دریافت چندین ماه حقوق از باشگاه یک طرفه فسخ کرد کاری که مشابه آن را نیز مهدی تورابی انجام داد و اما باشگاه پرسپولیس طی خبری گفته آقای شجاع خلیلزاده همیشه علاقه و وفاداری خود را به باشگاه ثابت نموده و همواره در خدمت پرسپولیس بوده و در ادامه نیز همراه تیم خواهد ماند یحیا گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران با انتشار پیامی شاگردانش را تاریخ ساز توصیف نمود و با جدای تک تک نفرات تیمش مخالفت کرد. سرمربی پرسپولیس تاکید کرد که حقوق شاگردانش که حالا در فینال آسیا هستند در مقایسه با سایر تیم ها بسیار اندک است. یحیی گل محمدی از مدیران باشگاه پرسپولیس خواسته است که مشکلات مالی تیم خیلی سریع برطرف شود. روز چهارشنبه 23 مهر هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در پی اعتراض به وضعیت بحرانی این باشگاه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. باشگاه پرسپولیس از دیدگاه ساختاری از فقدان منابع مالی لازم رنج میبرد. موضوع پایان ناپذیر طلب بازیکنان و مربیان خارجی و داخلی این باشگاه و شکایت آنها به این دلیل به فیفا مجازات های سنگینی را برای این باشگاه به همراه داشته است. از محرومیت در جذب بازیکن جدید گرفته تا خطر کسر امتیاز و حتی تعلیق از حضور در مسابقات ملی و قاره ای. کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما ما رو لایک کنید